به نام خداوند جان و خرد سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. خرسندم که بار دیگری به خدمت شما می رسم و جلسه دیگری از سلسله جلسات شرح قصه های شیخ اشراق رو در خدمتتون هستم. این نوبت جلسه پنجم است و ما همچنان در کار شرح داستان مونس العشاق یا فی حقیقت عشق شیخ شهاب سهروردی هستیم. یکی دو نکته رو ناظر به مباحث نوبت پیشین که دوستان متعددی در این باب پرسیده بودند ابتداءً ذکر میکنم و درباره‌اش پاره‌ای مطالب رو به اختصار ذکر میکنم تا برسیم به تکمله داستان که اون هم در جای خود دلکش و شیرین است و امیدوارم که با یکدیگر گفتگوی نیکویی داشته باشیم و از نکته‌سنجی های عزیزان هم در ادامه بهره‌مند بشویم. پاره ای از دوستان پرسیده اند در باب نسبت سنجی هایی که من میان حافظ و سهروردی در دو جلسه اخیر خصوصا جلسه چهارم جلسه آخر داشتم که اینها رو بالمثل اگر منابعی هست معرفی بکنم یا اینها نکاتی است که خودم دیدم و یافتم. حقیقتش من در این باب مطلبی نخواندم و ندیدم، احتمالاً تحقیقات و تتبعاتی شده باشه، اما آنچه که من ذکر کردم و استشهادی که به پاره‌ای از غزل‌های حافظ کردم جهت توضیح تأثیری که از سهروردی داشته است یا تأثیری که از او گرفته ناظر به خوانده‌ها و تأملات خودم بود. اما به هر حال دیگران هم راجع به تأثیر به احتمال قوی حافظ از سهروردی سخن گفتن. من پاری عبارات برام جالب بود که عیناً عباراتی است که در غزل‌های حافظ صد برآورده و سهروردی پیش از او اینها رو به کار برده است. یادتون هست تعبیر ناگاه نگارگر تقدیر، پرگار تدبیر بر تخته خاک نهاد. این رو اشاره کردم بهش که خب با یکی از ابیات مشهور حافظ که تدبیر و تقدیر رو با هم در کار کرده و این رو تدبیر کند بنده با تقدیر، ببخشید از تدبیر و تقدیر سخن گفته رو من اشاره کردم و توضیح دادم که به چه معنا حافظ استفاده کرده از این دوگانه و خب تعبیر لطیفی که از در کار آورده. خب میدانید کدوم غزل رو میگم دیگه، چند جاست؟ فرض کنید چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. چند جا این رو به کار برده حافظ در اون غزلی که سنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم، تا به کی در غم تو ناله شب دیر کنم، با سر زلف تو مجموع پریشانی خود کو مجالی که سراسر همه تقریر کنم، دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی، من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم، نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. خب این تنین ملامتی پررنگ این غزل و مذمت کردن خود که امیدی به صلاح حافظ نیست و بعد رندانه خب تقدیر که چنینه من چه تدبیر بکنم، من چیکار بکنم، تقدیری نیست امید صلاحی ز فساد حافظ، چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم. باری این یه نمونه است، موارد متعددی در دیوان حافظ هست که این دو واژه خوش آهنگ و خوش آوای تقدیر و تدبیر رو حافظ در کار کرده و ازش استفاده نموده. این جلوتر از او خب سهروردی این رو به کار برده، ناگاه نگارگر تقدیر پرگار تدبیر بر تخته خاک نهاد. نمیدانم، شاید پیش از سهروردی هم این رو بتونیم ما در ادبیاتمون، ادبیات صوفیانه عارفانه سراغ بگیریم، اما چون من متمحض بودم روی تأثیراتی که حافظ از سهروردی گرفته،
با محوریت داستان مونس العشاق به این اشاره کردم و به اون غزل مشهور حافظ هم که اشاره کردم و پرداختم که در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. تعبیر دیگری که گفتم یادتون باشه بحث بیابان حیرت بود، که این دقیقاً این تعبیر در یکی از غزلهای حافظ به کار رفته. از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زینهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت. و سومی هم اشاره به قصه حزن بود و غم و نسبت این دو با یکدیگر، که ما موجوداتی غم زده و غم کشیده ایم، که بحث از حزن که امروز هم ادامه خواهیم داد رو برجسته میکنه به نزد حافظ. من به اون غزل ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جام باده ایم، ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ایم، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، به این غزل اشاره کردم جهت هم مفهوم غمگین بودن و حزین بودن در این عالم که نصیب و بخت برخیست، و همین که چگونه این دوگانه غم و حزن و داغ دیدگی چگونه در کار حافظ برجسته شده و این چنین به لطافت اون رو به تصویر کشیده است. خب این یه نکته که دوستان متعددی پرسیده بودن در باب قصه شهود عقلی و نسبتش با شهود قلبی و علم حضوری هم دوستان ملاحظات متعددی داشتن. من فکر میکنم همین میزان برای این سلسله جلسات ما کفایت میکنه، نمیخوام از بحث اصلیمون دور شویم. در این حال برای اینکه عزیزان رو به منبعی معرفی بکنم، چنان که نوبت پیشین هم آوردم، تکرار میکنم شاید اون سلسله جلسات ششگانه فلسفه اسلامی من که معطوف به بازخوانی انتقادی کتاب اصول و فلسفه اصول فلسفه روش رئالیسم مرحوم آقای مطهری و مرحوم آقای طباطبایی است، اون بحث های من در باب شهود و نسبتش با علم حضوری و علم حصولی، همچنین نسبت اونها با زبان خصوصی که اشاراتی نوبت پیشین کردم اونجا بس داده. برخی نوشته بودن که روی سایت من ظاهراً این فایل های ششگانه رو پیدا نکردن، برای مسئول سایت نوشتم به سبب حجم کثیر فایل ها اون رو برداشتن، می توانن مکاتبه کنند و دوستان گرداننده سایت در تهران براشون اون فایل ها رو بفرستن. من خواستم که در اولین فرصت این فایل های ششگانه رو که 7-8 سال پیش من اونها رو تقریر و کردم و توضیح دادم رو اگر بشود در فایل در ببخشید سایت بگذارند و قرار بدهند. باری اونجا من در باب علم حضوری و علم حصولی و نسبتش با شهود، اعم از شهود عقلی و شهود قلبی و روایتی از شهود که در فلسفه جدید بس داده شده است رو که شمه از آن رو دو نوبت پیشین گفتم، اونجا توضیح بیشتری دادم و خصوصا ملاحظات انتقادی خود رو اونجا آوردم که از حوصله بحث این سلسله جلسات ما بیرون است و خارج است. خب برویم به سروقت اقلیم نا کجا آباد و حزنی که از آن سخن رفت وقتی که برادر کوچکتر که حزن بود رفت و به منزل کنعان رسید. یادتون هست گفتیم که قرار بر این شد که حزن به سمتی برود و عشق به سمت دیگری، پس از این که هر دو از عرض می شود که ببخشید بله حزن به سمتی برود و عشق به سمت دیگری، وقتی که هر دو از حزن جدا شدند و حزن ایشان رو به تعبیر امروزین ما تحویل نگرفت، که یکی از دوستان عزیز هم پرسشی در انتهای جلسه در باب این طرح کرد. باری میرسیم به وقتی که آمد حزن به سوی کنعان و به نزد یعقوب کنعانی. خب ناگاه از در صومعه او در شد، چشم یعقوب بر او افتاد، مسافری دید آشنا روی،
اثر مهر در او پیدا. گفت مرحبا، به هزار شادی آمدی. از کدام طرف تشریف داده ای؟ از کدام سو آمده؟ حزن گفت از اقلیم ناکجا آباد، از شهر پاکان. در باب شهر و شهرستان جان و پاکان که اینجا سهروردی ذکری کرده، در ادامه بحث امروز به تفصیل خواهیم شنید وقتی که سخن از عشق به میان بیاید و عشقی که به سروقت زلیخا یا به تعبیر سهروردی به حجره زلیخا وارد شده است و اینکه چگونه این دو با یکدیگر در رسیده اند، یعنی بحث از حزن است و اینکه چگونه فردی در پی، یا حالا چنان که خواهیم دید، این شهر پاکان یا اقلیم جان یا شهرستان جان که به تعبیر سهروردی عرض می شود که با آب زندگانی هم عجینه، اینا رو به تفصیل خواهیم دید و این فضایی که سهروردی داره ترسیم میکنه جهت این مناسبات و روابط این سه برادر و اقلیم هایی که هر کس بران پای نهاده است. خب گفت از کجا آمدی؟ گفت از اقلیم ناکجا آباد. یادتون هست هفته پیش در باب اقلیم ناکجا آباد نکاتی رو توضیح دادم و بنای تکرار اون رو ندارم که این اقلیم هر جا که هست ناکجاست و در جهان پیرامونی نمیشه اون رو سراغ گرفت. اونجا شهر پاکانه یا شهرستان جان کران که خواهیم دید. یعقوب به دست تواضع سجاده صبر فرو کرد و حزن را بر آنجا نشاند و خود در پهلویش نشست. چون روزی چند برآمد، یعقوب را با حزن انسی با دید آمد، چنان که یک لحظه بی او نمی توانست بودن. چند روز گذشت از وقتی که حزن آمد به سر وقت یعقوب کنعانی، بین اونها انسی پدید آمد. هر چه داشت به حزن بخشید. اول سواد دیده را پیش کش کرد، پس صومعه را بیت لحزان نام کرد و تولیت به او داد. میبینید چه تعبیر لطیفی سهروردی به کار برده. میگه که هرچی که داشت به او بخشید، از داشتهاش و نداشتهاش به او بخشید، به حزن. اول چی بود؟ سواد دیده. سواد دیده یعنی چی؟ یعنی سیاهی دیده. سواد به معنای سیاهی دیگه. میدانید پیشتر هم گفتم ما وقتی که در گذشته، امروزه هم میگن فلانی با سواده، یعنی میتونه سیاهی های کاغذ رو بخونه. مراد این بوده دیگه. اما خب چون کسی که مطالعه میکرده زیاد سیاهی میخونده، خب به این گفته شده دیگه با سواد. و الا به معنای تحت و لفظی سواد یعنی سیاهی. اینکه نوشته رو از بیاض به سواد در می آوردن، یعنی یا پاکنویس رو پیشنویس چرکنویس رو پاکنویس می کردن، به حال تعبیری است که امروز ما با این دو واژه به کار می بریم. سواد و بیاض در گذشته به این معنا به کار می رفته، سپیدی و سیاهی. توجه می فرمایید؟ اینجا میگه که اول سواد دیده رو پیشکش کرد، یعنی بینایی خودش رو پیشکش حزن کرد. در احوال یعقوب نوشتن دیگه که در سوگ یوسف اونقدر گریست که بینایی خود را از دست داد. خب حزن آمده بود و انسی میان یعقوب و حزن پدیدار گشته بود. اول سواد دیده را پیشکش کرد، پس صومعه را بیت لحزان نام کرد و تولیت به او داد. بعد از اینکه چشمان خود را پیشکش کرد به حزن، میگه صومعه خودش رو بیت لحزان. جالبه بیت لحزان یعنی چی؟ یعنی خانه‌ای که از آن نغمه های حزن‌انگیز به مشام میرسه. بیت لحزان اون رو پیشکش کرد، صومعه خودش رو که بیت لحزان نام کرد و تولیتش رو به او داد. پس سیاهی چشمان خودش رو، بینایی خودش رو پیشکش حزن کرد و بعد هم تولیت صومعه را که بیت الاذهان باشه داد به دست جناب حزن. خب اینجا سخن از حزن به پایان میرسه. این بخش از
مراوده حزن با عرض می شود که یعقوب کنعانی، بعدها که به تفصیل در ادامه خواهیم دید دیگه، روایت رو از منظر عشق به تفصیل خواهیم دید، در انتها نوعی جنبندی رو خواهیم دید و دربارش سخن خواهیم گفت. خب این از حزن و انسش با یعقوب. من نوبت پیشین هم گفتم، الان مایلم توضیح بیشتری بدهم که حزن چه اهمیتی داره و چگونه این جهان که دیدیم به روایت سهروردی از درآویختن عشق و حزن بود که آسمان و زمین پدید آمد، که چگونه این امر اولا یک توضیح اونتولوژیک داره به اصطلاح، یعنی میبینیم که به نزد سهروردی این سه اقنوم، سه هستی، سه امر هستی بخشن، تقرری در هستی دارن، یعنی چه از حسن سراغ بگیریم که برادر بزرگتر است و محوریت داره، و بعد به عشق و نهایتاً به حزن که میرسیم. اولاً معطوف به اینه که هستی واجد این اموره یا قلمروی در هستی از این سنخه، و بعد هم ناظر به احوال کسانی هم که حزینه. پس توجه داشته باشیم، یه وقت است از حزن به مثابه یه اقنوم سخن میگیم که در ابتدا که از درآویختن حزن، ببخشید، از درآویختن حزن و عشق که آسمان و زمین پدید میاد، یه شأن وجود شناختی داره به حزن میبخشه سهروردی و به دیگر صفت دیگر، و بعد در باب آدمهای حزین سخن میگه. وقتی که یعقوب از انسش با حزن یاد میکنه و اینکه حزن، میگوید یعقوب را با حزن انسی پدید آمد، از آدمیان حزین یاد میکنه. اما این حزن، چنان که اشاره کردم نوبت پیشین و قدر اون رو توضیح میدهم، بیشتر از جنس حزن سبز، هرچند هستی رو حزن و غم سیاه هم آکنده است، اما به این بیشتر توجه داره سهروردی. ملاحظه میفرمایید، من به یاد اون تعبیر لطیف سپهری میفتم که، و فکر میکنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. همین تعبیر سهروردی رو به کار میبری سپهری، از حزن یاد میکنه و بعد از ترنم موزون حزن. تعبیر جالبیه، ترنم صدایی است که خب ما میشنویم، نغمه ای است که به گوش میرسه، و بعد میگه این ترنم موزونه، یعنی کاملا وزنی داره، منظمه، این گونه نیست که پراکنده باشه و اذیت کنه فرد رو، گوش خراش باشه، این گونه نیست، ترنم موزون حزن. و بدین معنا راجع به حزین بودن و احوال سالکی که حزین است، به تعبیر من سالک مدرنی که حزین است سخن میگه. خب این نصیب آدمیانی است در وادی سلوک، یا کسانی که به تعبیر عطار زکات عقل رو که اندوه طویل باشه میپردازن. اینجا درسته که یعقوب در سوگ یوسف حزینه و غمگینه، یه امری که خب امر متعارفیه، غم فراق فرزند، سوختن در از دست دادن فرزند، که خب تجربه غریب و جانکاهیه، که البته خب این غم و فراق چنان که میدانید و در قرآن هم آمده است، بدل به وصال میشه در نهایت، و کاملا سهروردی از این وصال و فراق و نقش‌های سگانه یوسف و یعقوب و زلیخا استفاده کرده در این داستان، چنان که پیشتر آوردیم. اما این توسعاً حزین بودن ناظر به احوال کسانی است که درد جاودانگی دارند و می‌دانن که این غم قرار نیست از میان رخت بربنده، نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست، چه فکر نازک غمناکی، اگر چه منحنی آب بالش خوبیست برای خواب دلاویز و ترد نیلوفر، نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. ببینید این قصه ترنم موزون حزن رو شنیدن و حزین بودن، و فاصله ای هست که مانع از وصال میشه، این ابدیه، و هم یک شأن اونتولوژیک داره حزن در عالم، و هم در احوال سالکانی که تفتنی دارن به بودن و
و هستن خودشون در این عالم و درد جاودانگی رو به دوش میکشن، صلیب تنهایی خود رو حمل میکنن، چنین افرادی نصیبشون این حزن‌هایی است که ایشان رو در چنبره خود گرفتار کرده و از آن گریز و گزیری نیست. این رو گفتم به مثابه تکمیله بحث از حزن که توجه داشته باشیم به نزد سهروردی و توسعاً در سنت عرفانی ما وقتی که از حزن سخن به میان می آید میشه این دو شق رو و این دو ساحت رو از یکدیگر تفکیک کرد و درباره اش سخن گفت. اون غزل حافظ رو هم که خواندم براتون، بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم، ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ای، چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ بین که بر دل خونین نهاده. این از همون غمی و حزنی یاد میکنه که فردی مثل حافظ، سالک طریقی مثل حافظ یا سالک مدرنی مثل سپهری با آن دست و پنجه نرم میکنه، یا اونامونایی که کتاب درد جاودانگی رو میرسه به مثابه امری که از این هستی رخت بربستنی نیست و دست کم این افراد اون رو تجربه کرده اند و چشیده اند. خب ادامه بدیم داستان رو و بریم به سروقت عشق شوریده ای که میرود به سمت مصر و فعلا حسن و حزن رو رها بکنیم. و از آن سوی دیگر عشق شوریده قصد مصر کرد و دو منزل یک منزل می کرد تا به مصر رسید و همچنان از گرد راه به بازار برآمد. خب عشق شوریده سر رفت به سمت مصر و یک منزل دو منزل می کرد، یعنی با سرعت می رفت تا به مصر رسید و از گرد راه که برآمد رفت به بازار و آوازه و بلبله در شهر مصر افتاد. مردم همه به هم بر می آمدند. عشق قلندروار به هر منظری گذری و در هر خوشپسری نظری می کرد و از هر گوشه ای جگر گوشه ای می طلبید. هیچ کس بر کار او راست نمی آمد. نشان سرای عزیز مصر باز پرسید و از در حجره زلیخا سر در کرد. روایت رو میبینید دیگه، داستانی که داره سهروردی برای ما میگه. حالا علاوه بر این مضامین بلندی که در کار شرح آن هستیم، شما به نحوه روایت کردن و داستانگویی سهروردی هم توجه داشته باشید. عشق قلندروار آمد، ولوله در شهر مصر در افتاد که عشق آمد. به هر منظری گذری میکرد و در هر خوش پسری نظری میکرد. خب این از اون مضامینی است که در گذشته جاری بوده است. شما تعجب نکنید اگر اینجا این تعبیر رو سهروردی به کار برده است، ممکنه قدری غریب بنماید اما در روزگار کنونی، اما خب این تعبیر در گذشته جاری بوده، اختصاصی به سهروردی هم نداره. میدانید خوش پسر یعنی پسر زیبارو، خوش و خوب در گذشته اولا به معنای زیبا بوده است. همین حسنی که ازش یاد کردیم یادتون باشه سه جلسه قبل و اینکه میگوید حسن رو نیکویی میخوانند در زبان فارسی، خب یه معنای دم دستی تر خوب و حسن، یعنی خوب که تعبیر فارسی خوبه، در زبان فارسی به معنای زیبا زیباست. مولانا که میگه ده زکات روی خوب ای خوب رو، شرح جان را شرح بازگو، خوب رو به معنای زیبا به کار میبره و از خوب رو یاد میکنه. یا حافظ که میگه، عرض میشود در اون غزلی که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سر آید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر بر آید، گفتم ز خوب رویان رسم وفا بیاورد، گفتا ز ماه رویان این کار کمتر آید. خوب رویان یعنی زیبا رویان. خب در آن روزگار، به هر حال سهروردی متعلق به قرن ششم است، شما بعدن این رو، حافظ که قرن هشتم است البته توسعاً راجع به خوب رو سخن گفته، اما پاره از موارد میشه خوب و خوب رو و اشارات حافظ رو به پسرکان
نوجوان هم دید، در سعدی این برجسته تر در گلستان. و اگر شما گلستان باب جوانی رو خوانده باشی و توضیحاتی که اونجا داده در پاره از حکایات، من زمانی توفیق داشتم به تفصیل چند نوبت شرح گلستان میکردم و همچنین شرح غزلیات سعدی. پاره از عزیزان که امروز اینجا هستن در اون جلسات ما در بنیاد سهروردی حضور داشتن. خب برخی از اون حکایات گلستان رو به معنای دیگری نمیشه فهمید و کاملا ناظر به نوعی ابراز علاقه اروتیک به پسر نوجوان میشه قلمداد کرد. حالا اینکه خود سعدی اهل این امور بوده یا نه من نمیدانم، و جاهایی طعن هم میزنه در پاره صوفیان که در این کار بودند. اما خب اینکه اشاراتی در گلستان هست که در قالب حکایت که از مقازله و معاشقه پسرکان یا مردی به یک پسر نوجوان یا خوش پسری به قول سهروردی داره یاد میکنه، تردیدی نیست. این رو هم بگم، حالا در پرانتز سخن از سعدی رفت، یکی از دوستان عزیز حاضر در محفل ما در انگلستان زندگی میکنن، یادم هست 2 سال پیش از ایام کرونایی که من رفته بودم برای چند سخنرانی به انگلستان، دوستان عزیز ما در شهر شکلید از من خواستن به مناسبت اردیبهشت ماه من در باب زن در سعدی سخن بگویم. پیشنهادشون رو پذیرفتم، چون سال قبلش هم راجع به حافظ صحبت کرده بودم. گفتن فلانی این بار و امسال راجع به سعدی سخن بگو و ما اون فایل های شما رو شنیده این مشخصا راجع به زن در سعدی پیشنهاد کرده. من پذیرفتم. بعد که خب یادداشت هام رو آماده می کردم و خب گلستان و بوستان رو خصوصا هر دو رو از این منظر مرور می کردم، خب دیدم چه تعابیر نامتعارفی به لسان امروزین در این دو کتاب خصوصا در بوستان راجع به زنان به کار رفته. هم از این که هر ساله و هر بهار زنت رو نو کن همچنان که بهار نو میشه، هم به هر حال در باب کتک زدن یا به هر حال به تعبیر امروزی ها این که این رو در بوستان هم هست، حالا کتک زدن نگم ببخشید، نوعی درشتگویی و منازعه خودش با همسر خودش رو که البته به کابین کم به مهر کم او رو به عقد او در آمده بود، اینا رو همه توضیح داده. و خب من البته امتثال امر کردم. بعد از جلسه حالا این رو از این جهت گفتم، یه خانمی آمد و به من خیلی گله کرد که اولا چرا سعدی این حرفا رو زده، که گفتم من بی تقصیرم، و ثانیا تو چرا فلان اینها رو گفتی. گفتم اینا خب موضوع پیشنهادی دوستان بود و بعد هم به هر حال اینا بخشی از فرهنگ مان، اینا رو که نمیشه زیر فرش زد و نادیده انگاش. حالا اگر به تعبیر امروزین سعدی زن ستیزی داشته و در باب زنان سخنان نامتعارفی گفته، خب نمیشه این رو ندید که، اما میشه گفت که سعدی به رغم نبوغش، به رغم تأثیر شگرفی که بر زبان فارسی گذاشته است، این بخش رو ما امروزه نمیپسند. هست در بوستان، هست در گلستان هست. حالا قصه عشق به خوبرویان و پسرکان جوان هم از این دسته. به هر حال در اون روزگار جاری بوده، در خانقاها پاره صوفیان این چنین مناسبات خود رو تنظیم می‌کردند. من پیشتر هم گفتم اختصاصی به اون روزگار نداره. شما اگر رمان مسیح بازمصلوب نیکوس کازانتزاکیس رو خوانده باشید، خب از یکی از پادشاهان عثمانی در رمان که یاد میشه، او هم یک غلامی داشت، غلام خوبرویی، از او یاد میکنه. این یه سنتی بوده در گذشته. به همین خاطر هم اینجا وقتی که از عشق یاد میکنه سهروردی، میگه به هر منظری گذری و در هر خوش پسری نظری میکرد و از هر گوشه ای جگر گوشه ای میطلبید. میخواست ببینه که به دام چه کسی میتواند بیفتد یا چه کسی رو در کام بگیرد. هیچ کس بر کار او راست نمی آمد تا بهش نشان سرای عزیز مصر رو دادن و از در حجره زلیخا سر در کرد. در باب زلیخا و عشق او به یوسف، می دانید در قرآن به تفصیل
توضیحی داده شده است. پیشتر هم گفتم اگر سوره یوسف احسن القصص باشه، قصه ایست که به نحو کامل روایت شده در قرآن. اما نام زلیخا هیچ جا در قرآن نیامده است، توجه دارید. تحت عنوان همسر عزیز مصر از او یاد شده بارها و عشقی که میان او بود و عرض می شود یوسف پیامبر که خب تن زد و تمکین نکرد درخواست او رو. خب سخن از پاره شدن پیراهن یوسف از پشت هم در قرآن رفته است و اینکه او عزیز مصر رو به داوری دعوت کرد که تو ببین اگر من به سمت او رفته بودم پیراهن من از جلو باید پاره می شد، اما حالا که از پشت دریده شده است برای این است که من از دست زلیخا می گریختم. و جالبه حالا اگر سوره و سوره یوسف و تفاسیرش رو ببینید، گفتم توفیقی داشتم چند سال قبل یک ماه رمضان در 5 نوبت سوره یوسف رو روایت کردم از منظر خود. جالبه که عزیز مصر اونجا واکنش چندانی به زلیخا هم نشان نمیده، اینکه رگهای گردن به غیرت قوی کنه یا عرض میشود که به سکوت میگذره. البته که حرف یوسف رو شاید میشه گفت عزیز مصر میپذیره، اما خب به زندان افکنده میشه دیگه بابت همین کار. اما زلیخا هم البته بعدها به روایت قرآن در آیات بعدی هست که وقتی او رو مذمت میکنن پچپچی در شهر میفته، به هر حال میگه شما بیاین حسن یوسف رو اگر دیدید و دل نباختید من هرچی شما بگید قبول دارم. که خب هست در آیات که آمدند و همون قصه مشهور ترنج و کارت که به دست زنانی میده و ایشان از فرط زیبایی یوسف به جای اینکه ترنج رو ببرند انگشتان خود رو میبرند. اینا تماما در قرآن آمده است. باری مرادم این قصه زلیخاست و عشق او به یوسف، عشقی که یک سویه بود و البته یوسف هم به خداوند پناه میبره که ان النفس لاماره بالسوء، اینکه نفس الاصول به سوء عرض میشود که دعوت میکنه و سوء میده، اما من از آن گریختم یا سلامت گذشتم به تعبیر. خب این عشق میگه از در حجره زلیخا سر در کرد. زلیخا چون این حادثه دید بر پای خواست و روی به عشق آورد و گفت ای 100,000 جان گرامی فدای تو، از کجا آمدی و به کجا خواهی رفتن و تو را چه خوانند؟ خب زلیخایی که عاشق بود چنان که گفتن و به یوسف عشق می‌ورزید، عشق رو خوب می‌شناخت از این حیثه که او اختیار شده از توسط سهروردی، بلند شد پیش پای عشق و گفت تو از کجا آمده ای؟ به کجا میخوای بری؟ به تو چی میگن؟ عشق جوابش داد که من از بیت المقدسم، از محله روح آباد. توجه میفرمایید؟ یادتون هست در باب حزن گفت از کجا میام من؟ از اقلیم نا کجا آباد. این در باب حزن. عشق چی میگه؟ من از بیت المقدسم، از محله روح آباد، از درب حسن، از درب حسن، خانه ای در همسایگی حسن دارم، پیشه من سیاحت است، صوفی مجردم، هر وقتی روی به طرفی آورم، هر روز به منزلی باشم و هر شب جایی مقام سازم، چون در عرب باشم عشقم خواننده، چون در عجم آیم مهرم خواننده، در آسمان به خرد مشهورم و در زمین به انیس معروفم. میبینید تعابیر رو، لطافتش رو و البته مزامین نیکویی که در آنها سهروردی به ودیعت نهاده است. چون بلند است متن و من بنا دارم امروز تا یه جایی برسم، اجازه بدید تا همین جاش رو معنا بکنم تا برسیم و من خصوصا به بحث شهرستان جان و پیر فرزانه که یک کهن الگویی است که سهروردی ازش استفاده کرده است رو توضیح بدهم و با نقبی به یونگ زدن بحث امروزمون رو ختم بکنم. خب چی گفت عشق؟ میگه که من از محله روح‌آباد آمدم، از درب حسن، از طریق حسن، یعنی برادر بزرگ رو یاد میکنه. حالا در ادامه خواهیم دید، امروز نمیرسیم، که
وقتی که روایت میکنه حکایت خودش رو به تفصیل، اون وقت بعد زلیخا بهش میگه که تو برای چی به این ولایت آمده ای؟ وقتی که به تفصیل حکایت خودش رو میگه، چون عشق این حکایت بکرد، زلیخا پرسید که سبب آمدن تو از ولایت خود چه بود؟ عشق گفت ما سه برادر بودیم، برادر مهین را حسن خوانند و ما را او پرورده است. در ادامه به این اشاره میکنه که ما سه برادر بودیم و برادر بزرگتر حسن است. اینجا نه، در این وهله داره از احوال خودش میگه. میگه خانه ای در همسایگی حزن دارم، پیشه من هم سیاحته، از این سو به اون سو میرم. توجه دارید دیگه، با توجه به مباحثی که جلسات پیش کردیم، احوال خودش رو داره سهروردی به تصویر میکشه. پاره از اینها احوال خودشه. آدمی که کسی رو سکوت بود، حزین بود، میگه خانه در همسایگی حزن دارم. البته عاشق پیشه هم بود، عاشق حقیقت بود، حریتی داشت، جسارتی داشت. اینها رو به تفصیل جلسات پیشین آوردیم. بعد میگه پیشه من سیاحت است، باز خودش رو میگه. کسی رو سفر بود سهروردی و یک جا نمیماند، مثل ماهی که یک جا نمیمانه و دائم در حرکت است. صوفی مجردم، باز به تجرد خودش اشاره میکنه. من یه صوفیم، صوفی مجرد. هرچند از احوال عشق اینجا سخن میگه، اما عشقی است که در او بروز و ظهور یافته است. هم در همسایگی حزن خانه داره، هم اهل سفر کردن است، هم مجرده و هم به هر طرفی که روی میارم همونجا منزل میکنم. این شما رو به یاد شمس تبریزی نمیاندازد که در درس گفتار پیشین به تفصیل در باب پرنده بودن شمس، بی قرار و بی جا بودن او به تفصیل سخن گفتیم و اینکه بیشترین جایی که در عمرش ماند 3 سالی بود که در قونیه در خدمت مولانا بود و الا او کجا و یک جا ماندن و رکود و ایستایی رو تجربه کردن. اینجا هم سهروردی اشارهی به خودش میکنه، هم از تجردش یاد میکنه و هم اینکه اهل سفر است و هر روز منزلی میکنه و هر شب جایی مقام میسازه و به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه خفیف المعونه است، سبکبار و سبکباره. حقیقتا این چنین بوده سهروردی، در احوالش نوشتند، من هم توضیح دادم. به یاد آن شاعر افغان میفتم، دوست عزیزمون آقای فرهاد رویین امروز نوشته بودن که نمیتوانم شرکت کنم. من وقتی که این شعر کاظم کاظم‌زاده رو میخوانم، اکثر اوقات به یاد ایشان و دیگر دوستان افغان ما میفتم، آقا مسعود عزیز و دیگران. هرچند شرح احوال آواره های افغان است، اما خب با قصه سفر کردن و در جا نماندن چنان که میدانید در تناسب است و میگوید که تمام آنچه ندارم نهاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت، منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در سفر دیده. خیلی شعر لطیفیه. و منم تمام افق را به رنج گردیده، منم که هر که مرا دیده در سفر دیده، تلسم قربتم امشب شکسته خواهد شد و سفره ام که تهی بود بسته خواهد شد، غروب در نفس گرم جاده خواهم رفت، پیاده آمده بودم پیاده خواهم رفت. خب این قصه یه ببخشید گفتم کاظم کاظم‌زاده، کاظم کاظمی است شاعر عرض می شود عزیز ما، و این تعبیری که در سفر هست و رنج هست و یک جا نماندن رو می بینید چگونه با هم در کار کرده است. و بعد نداشتن، همون خفیف المعونه، تلسم قربت هم امشب شکسته خواهد شد و سفره ای که تهی بود بسته خواهد شد. سفره ای که توهی بود، چیزی هم توش نبود، بسته میشه. همان غریبه که قلک نداشت خواهد رفت و کودکی که عروسک نداشت خواهد رفت. خب اشاره ای به خفیف المعونه و چیزی نداشتن و در سفر بودن. خب هر وقت روی به طرفی آورم، هر روز به منزلی باشم و هر شب جایی مقام سازم. بعد عشق ادامه میده،
چون در عرب باشم عشقم خواند، و چون در عجم آیم مهرم خواند. در آسمان به خرد مشهورم و در زمین به انیس معروفم. ملاحظه میکنید دیگه، اگرچه دیرینم هنوز جوانم، و اگرچه بی برگم از خاندان بزرگم. خب این مضامین روشنه و نیازی به شرح نداره. من فقط به قصه خرد اشاره بکنم. جالبه، حالا در باب حافظ و نسبتش با سهروردی سخن گفتم. اولا ببخشید، نگاه میکردم که به ذهنم پاره ای از، میدانید شاهنامه فردوسی رو خردنامه خوانده، بیش از 500 بار کلمه خرد در شاهنامه فردوسی به کار رفته است. در ادامه خواهیم دید بحث جاوید خرد رو میکنه سهروردی. اینا همون المان ها و مؤلفه های ایرانی است که خب در کار سهروردی پررنگه و پیشتر راجبش سخن گفته. این پیر جاوید خرد رو برش انگوش تأکید می نهد. جای دیگری در ادامه اشاره به دلگشای بودن می کنه. حجره ای بیند دلگشای، که این دیگه موضوع بحث نوبت آتی ماست. چرا اینجا گفتم؟ برای اینکه من خب چند جا که تعبیر خرد رو اینجا به کار برده سهروردی، و بعد این تعبیر دلگشای رو که دیدم، حقیقتش یاد پاره از اشعار فردوسی در شاهنامه افتادم که از خرد تعبیر میکنه و میگوید خرد بهتر از هرچه ایزد داد، خرد بهتر از هرچه ایزدت، خرد بهتر از هرچه ایزد داد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد چشم جان است چون بنگری، که بی چشم شادان جهان نسپری. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرا. از او شادمانی و زویت غمیست، از اویت فزونی و هم زو کمیست. کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. اگر دقت کرده باشید، من عرائزم رو در سلسله جلسات با این تعبیر رسای فردوسی آغاز می کنم: به نام خداوند جان و خرد. دوگانه جان و خرد، خرد از جنس عقلانیت است، البته که بیشتر از جنس عقل عملی است در شاهنامه فردوسی، که جای بحثش اینجا نیست. من در یکی از مقالات دهگانه عرفان مدرن به اقتضای بحث از دوگانه خرد و عشق این رو توضیح داده ام که به چه معنا معونه متافیزیکی خرد کمه به نزد فردوسی. اما جالبه که خب این تعبیر خرد و پیر جاوید خرد رو که به کار برده از سهروردی، و بعد اون دلگشای بودن رو که عیناً دیدید در یکی از ابیات فردوسی آمده است: خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دستگیرد به هر دو سرای، برای من هم تنین فردوسی داشت و همین که خب بر المان مهمی در فرهنگ ایرانی ما دست گذاشته سهروردی، که اون مفهوم خرد باشه و اینکه از عشق یاد میکنه بعد به خرد رسیده است. خب بعد عشق به جوان بودن خود تعبیر میکنه، اشاره میکنه، و اینکه بی برگم، بی برگ بودم یعنی تمکنی ندارم، هرچند از خاندان بزرگیم. خب در ادامه یه اشاره‌ای به سه برادر میکنه، اما چنان که عرض کردم شرح این قصه سه برادر رو و توضیح این که چه گذشت میان ما سه برادر رو بعداً برای زلیخا میگه. میگوید قصه من دراز است، داره یادمون باشه با زلیخا سخن میگه. قصه من دراز است، ما سه برادر بودیم، به ناز پرورده و روی نیاز ندیده. و اگر احوال ولایت خود گویم و وصف عجایب ها کنم که آنجا شما فهم نکنید و در ادراک شما نیاید، به همین میزان بسنده میکنه که ما سه برادر بودیم ناز پرورده و روی نیاز ندیده. میگه اگر از احوال ولایت خودم بگم شما به سختی اون رو فهم میکنید، اما ولایتی است که آخرترین ولایت های ماست و از ولایت شما به نه منزل
کسی که راه داند آنجا تواند رسیدن. حکایت آن ولایت چنان که به فهم شما نزدیک باشد بکنم. عشق میگه به زلیخا که خیلی خوب، من الان میخوام حکایت یه ولایتی رو بکنم، خیلی امری که من بخوام بگم عجایبی هست و میگه که در خور فهم شما هم نیست، اما یه ولایتی هست که آخرترین این ولایت هاست و از ولایت شما 9 منزل فاصله داره و از ولایت شما به 9 منزل. کسی که راه داند میگه، اما این اون ولایتی است که اگر کسی راهدان باشه تمهید مقدمات بکنه به اونجا میتونه برسه. این به فهم شما نزدیکه، من اون رو برای شما روایت میکنم. عشق میگه بدان که بالای این کوشک 9 اشکوب تاقی است که آن را شهرستان جان خواند. تعبیر شهرستان جان رو که گفتم اینجا سر بر می آورد. و او بارویی دارد از عزت و خندقی دارد از عظمت و بر دروازه آن شهرستان پیری جوان موکل است و نام آن پیر جاوید خرد است و او پیوسته سیاحی کند چنان که از مقام خود نجنبد و حافظی نیک است، کتاب الهی داند خواندن و فصاحتی عظیم دارد، اما گنگ است و به سال دیرینه است، اما سال ندیده است و سخت کهن است، یا و سخت کهن است اما هنوز سستی در او راه نیافته است. خب اینجا چی میخواد بگه سهروردی و اشاره به اون 9 اشکوب یا کوشک 9 اشکوبی چیه؟ چنان که ملاحظه میفرمایید و میتوانید حدس بزنید، اینا تماما سمبولیزمیه که در کار آورده است سهروردی. اولا معنا بکنم، کوشک میدانید به معنای قصر یا بنای بلند، اشکوب هم طبقه. خب این که بدان که بالای این کوشک 9 اشکوب تاقی است، یعنی به یه قصر بلند 9 طبقه ای داره اشاره میکنه که اون رو بهش میگه شهرستان جان. شهرستان جان این دیگه از امور متعارف این جهانی فراتر رفتن است، اونجا این محقق میشه و ما با شهرستان جان مواجه میشه. خب میگه بر در دروازه اون شهرستان یه پیری جوان موکله و نام آن پیرم جاوید خرده. میبینید از تعبیر پارادوکسیکال پیر جوان سهروردی اینجا یاد میکنه. پیر جوان به چه معناست؟ ببینید من از ایده های یونگی بخوام استفاده کنم، اتفاقا مقاله ای میخواندم که راجع به کاربست کهن الگوهای یونگی در باب داستان های سهروردی نویسنده اون رو نگاشته من این رو انشالله لینکش رو در گروه میگذارم و نام نویسنده رو هم نوبت آتی ذکر میکنم. عرض میشود که فکر میکنم چند نویسنده اند، آقای دکتر محمد طاهری و دکتر فریبا رضایی، یا ببخشید آقای دکتر محمد طاهری و خانم فریبا رضایی و آقای حمید آقاجانی، 3 نفری این مقاله رو نوشته اند تحت عنوان بررسی و تحلیل کهن الگوی پیر فرزانه در رساله های سهروردی. خب اگه یادتون باشه جلسات نخست راجع به تیپولوژی شخصیتی سهروردی به روایت یونگ سخن گفتیم و خب امروز از منظر دیگری به سهروردی میپردازیم با وام کردن مفهوم کهن الگو یا آرکیتایپ که از مفاهیم مهم و محوری در آثار یونگ روانکاو و روانشناس برجسته سوئیسی قرن 20. خب این کهن الگوی پیر فرزانه یا wise old man archetype یکی از کهن الگوهایی است که عرض می شود مطمح نظر یونگ بوده است. من قدری راجع به کهن الگو سخن بگم. ببینید کهن الگو تعبیر یونگ اینه، از کهن الگوهای یا کهن الگوهایی که در روان ناخودآگاه جمعی ما یا زمین ناخودآگاه جمعی ما ریزش کرده اند و اون رو شکل داده اند سراغ میگه.
سراغ میگیره. میدانید تعبیر ضمیر ناخودآگاه از ابداعات فرویده و یون که شاگرد فروید بود از ضمیر ناخودآگاه جمعی یاد میکرد. Collective unconscious. برخلاف یون که فقط از ضمیر ناخودآگاه فردی سراغ میگیره. یون به ترانسندنس گشوده بود. نسبت به امر معنوی گشوده بود. فارغ از ایده های و باورهای شخصی خودش. اینکه در نظام روانکاوانه او مقوله ضمیر ناخودآگاه جمعی یاد داشت و نمادها و کهن الگوهای بسیاری هستند که ما رو سامان بخشیدند، ضمیر ناخودآگاه جمعی ما رو رقم زدند و برای اینکه ما با خودمون و پیشینیانمون ارتباط وسیع‌تر و عمیق‌تری پیدا کنیم خوبه که با این کهن الگوها آشنا بشیم. مثلا زمین فرض کنید یکی از این کهن الگوهاست که مادر نماد زایایی، نماد زایشه. خانم گلی ترقی برای تفسیر پاره‌ای از اشعار فروغ فرخزاد از این کهن الگوهای یونگی استفاده کرده و تحت عنوان بزرگبانوی هستی از همین کهن الگوی زمین که نماد زایایی استفاده کرده و این رو در شعر فروغ واکاوی کرد. خب برای رمزگشایی از نوشته های سهروردی به کهن الگویی که او استفاده ازش بهره برده باید استشهاد کرد. این کهن الگوی پیر فرزانه در داستان های رمزی سهروردی به تفاریق به کار رفته. پیر فرزانه نماد یه خرد موروثیه. برام توجه داشته باشید در سرشت همه انسان ها محسوب میشه. شخصیتی که صاحب اقتدار تجربه داره با ما زاده میشه و در قالب در رؤیاها در قالب پدر بزرگی، مرشدی، حکیمی، کاهنی میتونه تجلی پیدا کنه یا در هیئت حکیمی که کهنسال یا یه ساحری. اینا تماما میشه عرض میشود که از او تعبیر کرد و یونگ این رو به عنوان یکی از کهن الگوهایی که در ضمیر ناخودآگاه جمعی ما حضور داره معرفی کرده و ازش پرده برگرفت. حالا شما ملاحظه بکنید سهروردی هم وقتی که از شهرستان جان داره سخن میگه، یعنی از جنس جسم نیست و تخت بند زمان و مکان نیست اون شهرستان یا شهر، بلکه از جنس جانه. و خب بارویی داره، خندقی داره، ابهتی داره. بر در دروازه این شهرستان وقتی که از اون قصر نه طبقه میریم فراتر ها، بدان که بالای این کوشک نه اشکوب تاقیست. وقتی از اونجا فراتر میریم بر در دروازه آن شهرستان یه پیری جوانه. اینجاست که چون به یه کهن الگو داره اشاره میکنه و این جاوید خرده که هم تنین ایرانی پررنگ داره و هم میبینید سن و سال رو مد نظر قرار نمیده سهروردی. یه پیریه که جوانم هست. توجه میفرمایید؟ و این پیر جوان البته موکل اون دروازه است. اجازه ورود و خروج به هر کسی نمیده. و بر دروازه آن شهرستان پیری جوان موکل است. و نام آن پیر جاوید خرد است. خب قصه جاوید خرد شما رو به یاد خرد جاویدان می اندازد و اینکه به هر حال آنچه که ازش تعبیر می کنیم به کهن الگوی پیر فرزانه چنین تداعی هایی داره. من یه نمونه دیگر رو مثال بزنم. خب ما کتاب چنین گفت زرتشت نیچه رو می شناسیم که از قضا به همین زرتشت ایرانی داره استشهاد میکنه نیچه، از آثار مشهور اوست. در واقع به نوعی زرتشت ایرانی هم یه جور تجسم یک کهن الگوی پیر فرزانه است. یعنی اونجا هم داره نیچه از این کهن الگو استفاده میکنه و یونگ این رو تحلیل کرده. خب یونگ پس از نیچه آمده و در مقام تحلیل کهن الگو استشهادی هم به کهن الگوی پیر فرزانه به روایت نیچه میکنه. دانش، تعمق، خرد، زیرکی، اینا همه ویژگی هایی است که به نزد یونگ پیر فرزانه داره.
از خرد ناب برخورداره. توجه میفرمایید، اتصال و ارتباطی با لوگوس داره. این اون کهن الگوی عرض میشود که پیر فرزانه به توضیحی که گفتن. و این پیر جاوید خرد هم که سهروردی ازش یاد میکنه همینه. چنین اوصافی داره. بر او زمان نمیگذرد. یعنی نمیگذرد که سن او اهمیتی نداره. به همین خاطر پیری جوانه که موکله. اون مثالی که از نیشه زدم هم برای توضیح این بود که چگونه از کهن الگوی پیر فرزانه متفکر و فیلسوفی مثل نیچه استفاده میکنه، اینجا هم متفکر و نویسنده طراز اولی مثل سهروردی از کهن الگوی پیر فرزانه داره استفاده میکنه در داستان مونس العشاق. یادمون باشه همچنان در شرح روایت عشقیم و دیالوگ او با زلیخا. خب اینا رو توضیح میده و اینکه خب اون از مقام خود نجنبد، تکون نمیخوره اون پیر جوان و اون پیر جاوید خرد، خواندن و فصاحتی عظیم داره، اما گنگه و چیزی نمیگه. در این حال سستی هم در اون راه نیفت. بعد میگوید که و هر که خواهد که به آن شهرستان رسد، به شهرستان جان، این چهار تاق شش تناب را بگسترد و کمندی از عشق سازد و زین وقت بر مرکب شوق نهد و به میل گرسنگی سرمه بیداری در چشم کشد و تیغ دانش به دست گیرد و راه جهان کوچک گیرد و از جانب شمال درآید و ربع مسکون طلب کند. خب فکر میکنم تا همینجا ما بحث رو نگه داریم خوب باشه، برای اینکه نوبت آتی با توضیح مختصری که راجع به دروازه های اون شهرستان، طبقه های اون شهرستان جان و دروازه هایی که سهروردی داده است میگذریم و به سر وقت پرسشی که گفتیم زلیخا از عشق میپرسه میرسیم و حکایت رو از اونجا، داستان رو از اونجا ادامه میدیم. پس حسن ختام بحث امروز ما چنان که اینجا سهروردی نقل میکنه اینه که میگوید در واقع عشق داره به زلیخا میگه که هر کی میخواد به اون شهرستان پای بنهد، بر اون شهرستان پای بنهد و برود، باید این چهار تاق شش تناب رو بگسله و کمندی، کمند میدانید یعنی ریسمان و تنابی، از عشق بساز. و بعد اشاره به میل گرسنگی میکنه، میدینید میبینید، و به میل گرسنگی سرمه بیداری در چشم کشد. به هر حال این همون تعبیر ریاضتی که باز به احوال خود اینجا یادتون هست جلسات پیش که از شهر زوری من میخواندم در شرح احوال او، به این قصه کسی رو سکوت بودنش و قلیل الالتفات بودنش و گرسنگی و بیداری که از جمله عباداتش بود تعبیر کرد شهرزوری. اینکه التفاتی به جانب دنیا نمی گماشت و امساک می کرد در خوردن و آشامیدن و اکثر عبادتش گرسنگی بود و بیداری و البته کسی رو سکوت بود و نغمات موسیقی رو هم به غایت دوست می‌داشته، چنان که شهرزوری آورده. باری اینجا خطاب به زلیخا میگه به هر حال اگر بخواهی پای بنهی به شهرستان جان، باید تمهید مقدمات کنی و به میل گرسنگی سرمه بیداری رو در چشم بکشی، یه سرمه بر چشم بکشی و این سرمه تبدیل مزاجی در تو پدید می‌آورد. اون تبدیل مزاج آثار و نتایجی است که بر گرسنگی مترتب می شود. و بعد تیغ دانش هم به دست بگیری و عرض می شود که روان بشه. خب بعد میگه که این دیگه باشد برای نوبت آتی، فقط می خوانم براتون. و چون در شهرستان رسد کوشکی بیند سه طبقه. میگه وقتی که وارد شهرستان جان میشه اون وقت یه قصری سه طبقه می توضیح این قصر سه طبقه و نکات تکمیلی که گفتم انشاءالله باشد برای نوبت آتی. امیدوارم نوبت بعد برسیم و
به دیالوگ عشق با زلیخا و توضیحاتی که میدهد و بعد پس از شنیدن سخنان او تصمیمی که زلیخا میگیرد رو بتوانیم بررسیم. این رو هم عرض بکنم در انتهای جلسه، شاید بد نباشه دوستان عزیز ما که این مباحث رو دنبال میکنن و من حضوراً در خدمتشون هستم یا به نحوی جلسات صوتی رو دنبال میکنن، بد نیست جهت شیرینی بیشتر این مباحث که خودشون سوره قرآن رو هم، ببخشید، سوره یوسف رو هم در قرآن ببینن و پاره ای از مضامینش رو و نقشی که عرض میشود زلیخا داشته یا روایتی که میان یوسف و زلیخا و یعقوب رفته است رو هم ببینن، یا اگر پیشتر دیدن آیات رو در نظر بگیرن. اگر هم احیانا متن عربی سخته، خب ترجمه های فارسی خوشبختانه خوب و متعددی از قرآن در دسته که اونها رو آنلاین هم میتونن ببینن و در مطالعه بگیرن. این کمک میکنه که شما یکی از اون لایه های زیرین داستان رو که هم ذکری از یوسف و هم یعقوب و هم زلیخا در این دو جلسه اخیر رفت به تفصیل، اون وقت شما اتصال و ارتباط بیشتری برقرار میکنید و اینکه چگونه از این شخصیت ها استفاده کرده برای توضیح رابطه سه برادری که بهشون پرداختیم. در این حال راجع به شخصیت سهره و چنان که ذکرش رفت در جلسات نخستین و اینکه استفاده ای که من از روانکاوی یونگ میکنم و نظام او جهت ایزاه بیشتر در جای خود تأمل برانگیزه. توجه دارید اتفاقا چند نفر برای من نوشته بودن که فلانی، این شاید به خاطر تأملات و کاروبار دو سال اخیر شماست که به روانشناسی و روانکاوی توجه کردید و از آن لنز دارید مباحث رو تقریر میکنید، یا این بخشش برجسته است. در پاسخ به اون دوستان عرض میکنم که نه، یه جور ریداکشن در کار من یا تقریر نیست. این دو بخشی که از آموزه های یونگی استفاده کردم که از قضا دو نویسنده پیش از من به اونها پرداختن به نیکی و توضیح دادن که چه نسبتی داره هم شخصیت سهروردی و هم کهن الگوی پیر فرزانه در داستانهای رمزی شیخ شهاب. اما در این حال اولا پرداختن به یک شخص و آثارش از منظر روانشناختی یا روانکاوی هم در جای خود نیکوه و میتونه معرفت بخش باشه به شرطی که رلوانس داشته باشه و از اون ابزار و ادوات مفهومی به نیکی شخص استفاده بکنه. و ثانیاً کار ما فقط واکاوی سخنان سهروردی یا شخصیتی او از منظر روانکاوانه و روانشناختی نیست، بلکه چنان که میبینید سبقه وجود شناختی، سبقه ادبی فلسفی ارکانی هم داره. اما به نظرم میاد این دو مکمل همن و تصویر ما رو جامع الاطراف تر میکنه. قصه کهن الگوی جمعی از اون مضامین است که من وقتی که با آن مأنوس شدم اهمیتش رو هی بیشتر و بیشتر فهمیدم. اعتراف میکنم اوائل شاید 5-6 سال پیش که آشنایی اولیه نسبتا جدی با یون پیدا کردم، تصویرم با تصویر کنونی خیلی فاصله داشت. یادم هست در باب مفهوم زن در 8 کتاب سپهری کار میکردم و در نمیافتم حقیقتش پاره ای از تعابیری که در باب زن سهراب به کار برده، زن اسیری با 3 نقطه یا زن شبانه موعود، همچنین از خواهر تکامل خوشرنگ، حوری تکلم بدوی، اینا عیناً عبارات سپهریست، تعابیر سپهری در 8 کتاب. نمیفهمیدم، میدیدم راجع به زنان انضمامی سخن گفته در 8 کتاب و از خواهرش پروانه و مادرش یاد کرده یا دختر بالغ همسایه که حوری بوده. من به اندازه یک ابر دلم میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری دختر بالغ همسایه پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند. این رو میدیدم. اما زنانی که اشارات این چنینی بهشون رفته بود به تفاریق
در 8 کتاب رو در نمی‌یافتم. با آشنایی با مفهوم کهن الگوی یونگی و البته دوگانه آنیما آنیموس که از دیگر مفاهیم محوری در نظام یونگی است، خب توانستم این عرض می‌شود مضمون و معنا رو بر خود مکشوف کنم، کلیدش رو انگار به دست آوردم و دیدم با دوگانه آنیما آنیموس و همچنین در پس پشت اون پاری کهن الگوهایی که در کار سهراب بوده است، بهتر میشه نقش زن رو و زنانی که زنان غیر پیرامونی است رو توضیح داد. در واقع به نوعی به اون آنیما و آنیموس داره اشاره میکنه و اینکه زن بخش مردانه داره، یا بگیم نیمه مردانه داره و مرد نیمه زنانه داره و این چنین. باری این رو از این جهت میگم که این قصه پیر فرزانه و این کهن الگویی که یاد کردم امروز، wise old man archetype، کهن الگوی پیر فرزانه به روایت یونگ، به نظرم یک کلیدیه برای فهم پاره از سمبولهای داستانهای سمبولیک سهروردی و من این رو اینجا ازش استفاده کردم. دوستان فاضل و علاقمند رو هم دعوت میکنم که به یکی از منابعی که در جلسه اول معرفی کردم، کتاب عقل سرخ دکتر پور نامداریان، هم برای بست بیشتر آنچه که در ادامه خواهم گفت و همچنین نوعی واکاوی و بست سمبولیزم به کار رفته در داستانهای سهروردی مراجعه بکنم. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. مشتاقم که از نکته سنجی های عزیزان استفاده کنیم و پس از آن بحث امروز رو ختم کنیم. خسته نباشید. سلامت باشید. ممنون از همه دوستان و عزیزان. خب خانم دکتر، میخواید شما شروع بکنید؟ بفرمایید. نظر خاصی ندارم، شما همه رو فرمودید دیگه. اون بخش راجب یونگش رو اگر ملاحظه‌ای هست بفرمایید، استفاده میکنیم. همون مبحث آرکتایپ ها اینا بود که شما گفتید، ناخودآگاه جمعی و که حالا هر فرهنگی برای خودش یه ناخودآگاه جمعی داره و در کل کل آدمیان هم یه ناخودآگاه جمعی داره که این ناخودآگاه جمعی، یعنی برقرار شده که یه ناخودآگاه شخصی فقط در نظر میگیره، یون علاوه بر ناخودآگاه شخصی یه ناخودآگاه جمعی هم در نظر میگیره. به خاطر همین خیلی چیزا مشترکه بین کل آدم ها و به خصوص بین آدم های یک فرهنگ، هم که شما فرمودید در تکمله حد شما. بله بله، ممنون. همطور که من عرض کردم، حالا درک من اینه، برای فهم خصوصا احوال و آثار پیشینیان یا حتی معاصرانمون و اینکه ما در چه امری قوته میخوریم و حافظه جمعی ما از چه منابعی که برای ما هم چندان آشناخته شده لزومند و خودآگاه نیست، این مفهوم ضمیر ناخودآگاه جمعی یون به نظرم خیلی بصیرت داره. یعنی ما رو بله، برای مقایسه فرهنگ‌های مختلف، مثلا به عنوان مثال تو اساطیر ما سهراب ما داریم و رستم، یه حالت فرزند کشی ما داریم، یعنی مثلا به نسل نومون اجازه نمیدیم خودشونو بروز بدن و اونا رو سرکوب می‌کنن. توی اساطیر خارجی و مثلا اودیپو داریم، اون پدرشو کشته، یعنی برعکس اونا نسل نوشون ظهور میکنن که دوباره و پیشرفت میکنن. وقتی این به طور ناخودآگاه تو فرهنگ ما تکرار میشه، حالا همینطور که میبینیم که مثلا ما الان هم اجازه نمیدیم که نسل جدیدمون ظهور رو پیدا کنه، ولی این طرف یا برعکس هم. این هم میخوره به ناخودآگاه جمع و همون اساطیر رو میگم برای شناخت فرهنگی یه مملکت در اساطیر اون مملکت رو هم بشناسیم یا اون فرهنگ. نظر یون. بله درسته خانم دکتر. بله همونطور که اشاره کردید، به نظر میاد اونقدر که من میفهمم، حالا چه برای مقایسه فرهنگ ها با هم دیگه، چه برای اینکه ما پیشینه خودمون رو در آنچه که بر ما گذشته است، یعنی مثلا آنچنان که الان در سهروردی میبینیم، چگونه در سهروردی تحت تأثیر گذشته خودش هست،
چگونه عرض می شود از اون کهن الگوها بهره گرفته و ریزش کرده در آثارش، به نظرم این مفهوم یونگی خیلی به کار بود. بله، و یونگ سراغ کهن الگوهای اساطیر یونانی هم رفته و خب هر شخصیتی رو با یه اسطوره یونانی، یه گاد یا گادیس و اینا هم هست دیگه. درست، شخص توی شخصیت شخصی. بسیار خوب، بله، ممنون. خب آقا فرزین، شما نکته‌ای دارید بفرمایید تا بعد سراغ سمیه خانم و رها خانم برید. آیدوستو، من سوالی که دارم الان تو این مکالماتی که داشت انجام میشد بین عشق و زلیخا این بود که عنوان شد که عشق به زلیخا گفتش که به سراغ خرد بره، اگه من متوجه شده باشم، یعنی تو این داستانی که طور غری نقل کنه. ما همیشه تو حالا عرفانی که مطالعه کردیم از جدال عشق و عقل، یا حالا من اگر خرد رو به معنای همون عقل تعبیر بکنیم، من از این جدال همیشه دارم سراغ میگیرم. یعنی دائما میگن چه میدونم لاوبالی عشق باشد نی خرد، از این مقوله داره صحبت میشه. حالا سوال بعدی که بینشی داره که هم عشق و خرد رو همزمان داره جستجو میکنه تا به جان برسه، به از سوال من میکنم چجوری میخواد به این قضیه برسه. حالا شاید در ادامه باید متوجه بشم، ولی این سوال الان برای من مطرح داره میشه که این بینش یه تفاوت اساسی داره با بینش سایر عرفایی که ما مطالعه کردیم. بله، ممنونم، نکته خوبی اشاره کردید. فکر کنم که در جلسات قبل هم به نوعی من این رو توضیح دادم که رابطه میان حکمت بحثی و حکمت ذوقی به نظر سهروردی برجسته است و اون میکوشه که حالا به تعبیری که از خرد امروز تعبیر کردیم و نسبت میان خرد رهنمای و خرد دلگشای رو که ذکر کردم، به نوعی در واقع در ادامه بیشتر خواهیم دید در از هندین هند بودن به تعبیر انگلیسی ها و دست در دست بودن این دو داره سراغ میگیره. این ایده سهروردیه، توجه دارید همطوری که شما به درستی اشاره کردید، خب در سنت عرفانی ما خیلی ها طعن در عقل زده اند. عقل قربان کن به کیش مصطفی یا به پیش مصطفی، زیاد در مذمت عقل، اونم عقل یونانی و عقل فلسفی البته. اما یادمون باشه سهروردی چنان که گفتم خودش رو وارث بوعلی هم میبینه، وارثی که البته راه خودش رو میره و حکمت بحثی رو بر میکشه، در این حال معتقده که حکمت ذوقی رو هم باید به حکمت بحثی افزود. این که اینجا میگه چون در عرب باشم عشقم خوانند و چون در عجم آیم مهرم خوانند، در آسمان به خرد مشهورم، داره به زلیخا خودش رو توضیح میده، بله، و در زمین به انیس معروف. اینا احوال خودشه، یعنی توضیح وضعیت خودشه که به نزد اعراب، به نزد از میشود پارسیان یا عجم چگونن. و بیشتر حالا چون این برادران سگانه که حسن باشه و عشق باشه و حزن، به نوعی از پدید آمدن اینها یا از درآویختن ایشان با یکدیگر، چنان که دیدیم آسمان و زمین و جهان پدید آمده، در این حال میخواد اون مرز رو هم، یعنی آنچه که من پرنده‌ای هستم، چنین تصویری که من پرنده‌ایم که با یک بال میپرم و فیلم مثلا اون فقط بال عشقه، این رو میخواد نقض بکنه و توضیح بده که به هر حال اون فاصله و گپ پر نشدنی میان عقل و عشق وجود نداره، یا بگوییم که با هر دو بال باید پرید. این گونه نیست که اینا جن و بسم الله باشن و یکی از در درآید دیگری از در برود، چنان که پاره از عارفان پیشتر گفتن. من در همون جلساتی که توضیح میدادم روایت شهرزوری رو آوردم که او چگونه میگوید که خب ما هم وارث ابن سیناییم و هم نقد میکنه پاره از فیلسوفان رو که اهل ذوق نبودن و در موارث عرفانی دست طعن در موارث عرفانی طعن میزدن و معتقد بودن که انگشت اتهام رو به سمت اونها حالا به تعبیری روانه کرده بودن. این چنینی که از در آشتی برآمد به روایت خودش، یه جور ریکانسایلینگ،
یه جور از در آشتی دادن و سازگار کردن میان ذوق و بحث یا حکمت ذوقی و حکمت بحثی. به همین خاطر اینجا تعبیر خرد رو هم به کار میبره. خردی که خب با عشق دیدیم که عشق همسایه حزنه و میگه در آسمان هم به خرد مشهوره. و بعد اون وقت این عشقی که دربارش خواهیم شنید از سهروردی که با زلیخا چه میکنه و بعد تا انتهای داستان هم از زبان عشق بقیه رو میشنویم و انگار که از هستی سخن میگه که با این سه مؤلفه ساخته شده، حسن داره، عشق داره، حزن داره. توجه میفرمایید کل هستی رو این چنین داره میبینه و روایت میکنه. اما خب خرد هم تعبیر دیگری است که او به کار برده و چنان که ذکر کردم اون پیر جاوید خرد رو که از کهن الگوهاست پس پشت روایت سهروردی جاریه و به این معنا او گشوده است نسبت به خرد، هیچ از در انکار آن و پس زدن این کهن الگویی که امروز بحث کردیم بر نیامد. بله خیلی ممنون، سلامت باشید. بله خب سمیه جان شما نکته‌ای دارید بفرمایید تا بعد مهری خانم و اینا بگه بفرمایید. بله بگید. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی جلسه خوبی بود. توی اول جلسه در مورد درد جاودانگی صحبت کردید و اینکه هر کسی صلیب تنهایی خودشو به دوش می‌کشه. تنهایی رو من میتونم درک کنم یه جوری، اینکه هر کسی تو تجربه خودش تنهایی تنهاست و خودش باید تجربه کنه بر طبق همون یکی از همون دغدغه‌های اگزیستانسیل به قول اروین یالوم. درد جاودانگی رو گفتید، اینو خیلی نمیتونم بفهممش. توی کلاس شمستونم در موردش صحبت کردید، میشه یه ذره بیشتر توضیح بدید؟ ممنونم. میگید یعنی اون کجاش براتون تو ابهام داره؟ بذارید من توضیح بدم اگر چیزی بود شما بگید. ببینید درد جاودانگی اونقدر که من میفهمم معطوف به این امره، یکی از اون تمناهای محال انسانه، یعنی میخواد جاودانه بشه و از حیث دیگری میداند که بر روی این کره خاکی چند سباهی بیشتر زیست نمیکنه. درسته که کسانی که تعلق خاطر دینی دارند به هر حال به نوعی قائلن که ما به ادامه دادن ادامه میدیم و حیات پس از مرگی وجود داره، اما به هر حال این حیات به پایان میرسه جایی و روزی و این اون درد جاودانگیه. یعنی من به عنوان یه موجود میرا، موجودی که میدانم روی در نقاب خاک میکشم و تفتن و آگاهی دارم نسبت به اینکه میرا هستم، از این حیث با دیگر موجودات متفاوتم. اونا درد جاودانگی ندارن، اما من، شما، همه ما به قول هایدگر دازاین ها، همه ما این درد جاودانگی رو داریم. توجه می فرمایید دوست داریم جاودانه بشیم اما می دانیم که این نشدنی، می دانیم که سطح ما محدوده و روزی باید بلیت خود رو پس بدیم و هستی رو ترک کنیم. اما در این حال انسان تمنای جاودانگی داره، دوست داره بمانه و بپایه. این تمنای ماندن و پاییدن و عرض می شود مانایی رو تجربه کردن خب با آدمیان هست دیگه، از فجر تاریخ بوده تا کنون و بر این امر هم فائق نیامده اند دیگه. من یادم دبستان بودیم، یکی از معلم خوبی داشتیم، حالا سن بچگی ما، عقل ما هم که اون موقع یاد چیزی در نمیافت، با همون بضاعت مزجات دوران دبستان شما این رو در نظر بگیرید، یه معلم تاریخ خیلی خوبی داشتیم، خیلی رو من تأثیر گذاشته از همون دوران دبستان، چهارم و پنجم دبستان. بعد یادم وقتی راجع به اسکندر صحبت میکرد، این از اون موقع تو ذهن من مونده و این که میگفت خب کشور گشا بود، میخواست جهان رو بگیره، به حملهش اشاره میکرد و کشور گشایی که داشت و میگفت به رغم این که کشور گشا بود و ممالک بسیاری تحت سیطره او بود، مال بسیاری داشت در دنیا، وصیت کرده بود، حالا الان ما نقل، من نمیدونم این چنین بوده یا نه، ولی خب نقلش
تأمل برانگیزه. وصیت کرده بود که وقتی او رو در تابوت میگذارند و میبرند برای تدفین، دستش رو بیرون بگذارن از تابوت، برای اینکه نشان بدهد که با دستی خالی از دنیا دیگه. به رغم این همه تمکن و داشته ها، به رغم این که میخواست جاودانه بشه با تمکناتش، با آنچه که از جنس مایملک سرزمین های فتح شده است، زیورالات طلا و جواهرات هرچی که بوده، میخواست با اونها جاودانه بشه و از این لذت برخوردار بشه، اما با دستی خالی جهان رو ترک کرد. حالا این نماد دستی خالی، میخوام بگم نمادیست برای توضیح تمنای جاودانگی انسان و اینکه به رغم جد و جهدش نمیتونه بر این فاق. و این اون چیزیست که خب در انسان هست و عرض میشود تنشن رو پدید میاره. روشن تر شد؟ حالا باز نکته‌ای بود بفهمم. من فکر میکنم که آخه این کره زمین، این سیاره زمین، خب برای یه آدم هایی مثل اسکندر که فاتح بودن و کلی ثروت داشتن و اینا، خب خیلی خوشایند بوده و خب دوست داشتن که توش بمونن و ابدی بشن. ولی برای آدم هایی مثل سهروردی، مثل شمس، اصلا این زمین فکر میکنم چیز خوشایندی بوده باشه که اومد. مثل زندان میمونده واسه شون. یعنی اینجاشون نمیفهمم که مثلا مرگاگاهیشون میتونم متوجه بشم که خب مثلا آدم های مرگاگاهی بودن، آدم هایی بودن که مثلا به دنیای پس از مرگ اعتقاد داشتن، ولی اینکه روی زمین مثلا دوست داشته باشن بمونن و جاودانه بشن، اینو نمیتونم متوجهم. نکته خوبی گفتید. ببینید از این سو بگیم، حالا اینکه روی زمین بمانند رو، قصه جاودانگی رو شما این چنین ببینید، اون یه وجهشه. یه وجهش هم این است که خود این فراقه که برای موجود تخت بند زمان و مکان مانع از وصال شده، مانع از اینکه بپیوندند به بی‌سویی و عرض می شود بیکرانگی هستی و این چنین جاودانه بشه. این رو شما حالا در قول شما شمس و سهروردی ببینید. ملاحظه بکنید مولوی در مثنوی میگه که از نیستان تا مرا ببریده‌اند، در نفیرم مرد و زن نادیده‌اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. شما این رو از جنس شرح درد اشتیاق برای کسانی به تعبیر خودتون مثل سهروردی و عرض میشود که شمس ببینید. بخشش اینه، یعنی من کی میپیوندم به ابدیت و جاودانه میشم؟ چون مادامی که تخت بند زمان و مکان هستم، وصلی در کار نیست. به تعبیر سهراب، نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اینکه وصل ممکن نیست و همیشه فاصله ای هست، در باب اوقاتی است که ما تخت بند زمان و مکانیم و در دنیای پیرامونی زندگی میکنیم. اما کسانی که تمنای جاودانگی دارند، به اون معنی که به قول شما چندان دلی هم در گروه ماندن در این جهان ندارند، اونگونه میخوان جاودانه بشن، اما مادامی که در این جهان هستن و در کالبد به سر میبرن، اون اتفاق نمیفته و این دردی، غمی، سوزی براشون رقم میزنه. بله، به این معنی. یعنی به انهای گوناگون کسانی دوست دارن اینجا بمانند و از این طریق جاودانه بشن. توجه دارید که شاید اکثر آدمیان این گونه باشن، به هر حال مانایی خود رو میخوان در این دنیا ببینن. سر این که خیلی از آدمیان صاحب فرزند میشن همینه دیگه، یعنی ادامه خودشونو تو این دنیا میخوان ببینن. ببینن این ادامه من، یعنی من میرم اما از من چیزی بر جای میمونه. خب حالا نخبگان هم از طریق خلق آثاری نوعی مانایی خود رو تجربه میکنن. مرادم اینه که این یک معنای از جاودانگی، یه معنای دیگرش هم همون عرض میشود سرشت تراژیک این زندگیه که پاره از افراد میخواهن که بپیوندن به ابدیت، اما مادامی که در کالبد تن به سر میبرن، این شدنی نیست، که فقط از طریق مرگ صورت میگیره دیگه. بله، به این معنا. بله، حالا گفتن برخیشون مرگ اختیاری هم اگر کسی داشته باشه به نوعی صورت میگیره دیگه، یعنی اگر چون دوم بار آدمی زاده بذار پای خود در فرق علت ها نهاد،
برخی از مواقع اگر کسی برای بار دوم زاییده بشه یا بار دوم بمیره، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه بمیرید، میخوام بگم اون یه بخشیشه که باز به طور کامل نیست، یعنی من یه جور طغیان کنم علیه خود و زیر و زبر بشه. توجه میفرمایید این یه جور بار دوم زاده شدن است. در این حال بله، اون مرگ طبیعی و روی در نقاب خاک کشیدن که مجال رو خیلی مهیاتر. خیلی ممنونم. سلامت باشید، ممنون از شما. خب مهری خانم شما بفرمایید. بله هستید، صدای منو میشنوید؟ سلام آقای دکتر. بله بله سلام. بله بله بفرمایید. خیلی متشکرم. من خیلی ممنون، خیلی خوب بود، خیلی توضیحات شما خیلی جالب، متشکرم. من همیشه وقتی این متون رو هر روز خوندیم توی واژه هایی که به کار میبره و فضایی که میسازه واقعا منو مسرور میکنه. عشق رو که اومد تعریف کرد خیلی قشنگ شروع کرد از اینکه از بیت المقدس محله روح آباده و از درب حسنه. درسته که حسن و حزن رو داره، دو برادر رو داره، ولی از یه جای مقدسی خودش رو معرفی کرد و اینکه همه جا جاری و ساریه، به هر زبانی هر اقلیمی میره. و یه مورد دیگه که خیلی به دلم نشست این دوگانه هایی بود که استفاده میکنه، جایی که میگه به فرزن سخت کهن است ولی هنوز سستی در اون راه نیافته، سن میگذره ولی پیر نمیشه، یا اونجایی که فصاحت داره الهی، کتاب الهی رو خوب میخونه ولی گنگه. این دوگانه هاش هم خیلی زیبا به دل نشست. حالا تا بعد ببینیم در آینده این تعریفی که از خودش میکنه چطوری در داستان مینشینه. خیلی متشکرم. ممنونم. بله نکات نیکویی گفتید و این تعابیری که تعبیر شما آدم رو مست میکنه، مسحور میکنه، من هم تفتون دارم بهش. درست میگید، اون بیت المقدس همینطوره. بعد این محله روح آباد در عرایض هم آمد. جالب این رو شما مکمل اقلیم ناکجا آباد بدانید. و بعد هم این که جالبه، میان حسن و حزن دیگه، میگه از درب حسن و بعد خانه‌ای در همسایگی حزن دارم. یعنی یک، یعنی شما عشقی رو در نظر بگیرید که بین حزن و حسن واقع شد. بیت المقدس از محله روح آباده، یعنی یه جایی که همه آبادانیه، آبادیه. از درب حس که وارد میشید انگار که، و بعد میرسید به عشق و یه خونم در همسایگی حزن داره و بعدم پیشه اش هم سیاحته. بله و اون دوگانه هایی که گفتید. حالا فقط یه نکته اضافه بکنم، الان آیش رو در خاطرم نیست، حالا نوبت آتی برای دوستان میخوانم، پیدا میکنم و میخوانم براتون. اما این تعبیر سمبولیک که الان شما اشاره کردید به اوندیم که پیری جوانه، خب بحث از موکل و اون پیر جاوید خرده، در قرآن در آیات مکی اشاره شده است در احوال روز قیامت که کودکان پیر، طفلهای پیر در اونجا حضور دارن. و البته اون احتمالاً برای توضیح ابهت اون روز است یا موقعیت، اما این تعبیر استعاری که هم موجودی طفل باشه هم پیر باشه، یا اینجا جوان باشه و پیر باشه، این دوگانه هایی که هم تناقض‌آمیزن هم تأمل برانگیزن، جالبه و قابل تأمله. بله خب دیگر دوستان اگر ملاحظه ای هست بفرماین قبل از اینکه جلسه رو ختم بکنیم. آقای روئین و آقا مسعود عزیز امروز نیستن تا از نکات ایشون استفاده کنیم. رها خانم شما نکته ای دارید بفرمایید. خیلی متشکرم آقای دکتر، بسیار عالی و زیبا بود و ما همچنان منتظریم تا هفته های آینده بقیه داستان رو گوش کنیم. بسیار عالی بود، خیلی متشکرم. سلامت باشید. منتظری چی هستید؟ بقیه داستان که ببینیم آخر این عشق چی میشه، گابش سرزشتی میرسه. بله منتظر اینی. بله بسیار متشکرم. خب جناب منصور شما سلام، احوال شما؟ بله بله بفرمایید. بله بله
سلام. متشکرم. من ممنون. در ارتباط با این ناکجا آباد سوال داشتم. این ناکجا آباد به نظر من این عارفان که مطرح کردن در مورد ناکجا آباد، چون اینجا رو نهایتش میخوان به وصل برسن و وصلم و جاودانگی هم در این جهان نیست، در جهان دیگری هست. و فکر میکنم هم که این جور که ترسیم میکنن آقای سهروردی و بقیه، باید برای رسیدن به اون ناکجا آباد از کانال حزن و عشق هم گذشت. همچی برداشتی دارم درسته؟ نه عرض میشود که ممنونم از این کانال هم باید چنین بگم، یعنی برای رفتن به شهرستان جان میگید یا همون ناکجا آباد؟ بله، شهرستان ناکجا آباد. بله، ناکجا آباد یا محله روح آباد یا الان عشق از اونجا آمده. بله، یا شهرستان جان. ببینید به یه معنا بله، یعنی از اینجا که این که از اینجا باید گذشت که ما در چنبر اینها گرفتار آمده ایم. یعنی دنیا واجد چنین خصوصیتی است که حزن و حسن و عشق در آن موج میزنه و ما گویی که چون بحث از یادتون هستی که نوبت پیشین گفتیم، بحث از این بود که آدم در ملکوت، یعنی بحث از خلق زمین بود، چون آدم خاکی را بیافریدند. آدم خاکی پدید آمد، کره خاکی به تعبیر اینا هم انانن، وجودشون در کره خاکی و انگار همبسته با سربرآوردن این موجود دوپا یا آدم خاکی هست. در این حال برای اینکه آدم هم نورد افقهای دور بشه یا به تعبیری سر بکشه به اقلیم ناکجا آباد، به نوعی این امور رو باید ازش درگذری یا بگیم بچشه، یا به تعبیر که حالا در بحث‌های روانشناختی جدید به کار میره در آغوش بگیره. حالا اگر از تعابیر یونگی بخوام اتفاقا اینجا باز استفاده کنم، او راجع به شادو و سایه میگه که خب همه ما سایه هایی داریم و بتونه از این سایه هاش عبور بکنه، اونها رو باید ببینه و در آغوش بگیره. میدونید، یعنی بزید با اونها یا در آغوش بگیره، بعد اون وقت میتونه احیانا به مرتبه دیگری برسه، یعنی به این معنا که سلامت روانی بعد از اون بیشتر تجربه کنه. حالا میخوام بگم به این معنا درسته، یعنی چون اینا با وجود انسان و پای نهادنش بر روی کره خاکی گره خورده اند، این درسته که شخصی که سهم اینها رو بپردازه یا بگوییم بی بهره و بی حظ از اینها نباشه، آماده میشه برای پای نهادن در شهرستان جان. و این چنین است که به هر حال طرفی از حسن و عشق بر روی این کره خاکی باید ببرد، چون اینا به هر حال اصلشون که گفتیم نوبت پیشین هم که اینا مظاهر جسمانی این مفاهیم که یوسف و زلیخا و یعقوب باشن، و اون مفاهیم خودشون حسن و عشق و حزن متعلق به ساحت دیگه این، اما به هر حال در عالم انسانی بروز و ظهور پیدا کردن و مظاهر جسمانیشون رو اینجا سهروردی در قالب این سه شخصیت برمی‌شماره. بله، اینها رو در آغوش اگر بگیره، تصور من اینه که آماده تره برای اینکه پای بنهد، عرض می‌شود، به ناکجا آباد یا شهرستان یا محله روح آباد یا خصوصا تعبیر شهرستان جان که اینن تعبیری است که اینجا سهروردی برای این به کار برده. بله، پس از اون تمهید مقدماته که انگار بیشتر آماده میشه برای تیان. متشکرم. سلامت باشید. خب اگر دیگر دوستان ملاحظه‌ای دارند بفهم. حوری خانم شما نکته‌ای دارید؟ خیلی ممنون آقای دکتر، من خیلی استفاده کردم، مخصوصا وقتی از این سهروردی از این الطاف لطیف استفاده میکنه، از این الفاظ لطیف استفاده میکنه، آدم خیلی لذت میبره. فقط یه چیزی که داشتم بگم در رابطه با همون کهن‌الگوهای یونگ بود که خانم کارول پیرسون یه کتاب دارم به نام زندگی برازنده من، و راجع به همین 12 تا کهن‌الگو یا 12 تا انرژی روانی که وجود داره صحبت میکنه. و یه بخشی هم، یعنی چیزی که میگن، حالا به غیر از اینی که مثلا بشناسه پیشینه گذشته رو یا اسطوره‌هایی که وجود داشته
یا مثلا تجربه جمعی رو بشناسه، اینه که یه چیزی هست که شما میتونید مثلا از این چیزی که تو کتاب مطرح میشه، میگه که میتونید شما این 12 انرژی رو در درون خودتون جستجو کنید و ببینید آیا دارید، ندارید، کم دارید، زیاد دارید، و یه جورایی تستی گذاشته که آدم میتونه مثلا بررسی کنه که ببینه اون کهن الگوها در وجود آدم چجوریه و تا چه حدی هست نیست. همین، فقط میخواستم بگم که این کتاب هست، شاید دوستان علاقه من باشن که بخونن ببینن کهن الگوها چیه. ممنونم از توضیح خوبی که دادید. من شخصا این کتاب رو نخوندم، اگر مشخصاتش رو در گروه هم شما بگذارید. من خب هم آثار یونگ رو هم پاری از آثار یونگ شناسان رو دیدم و خواندم. به اتفاق خانم دکتر رضایی هم که اینجا هستند، یه دوره‌ای سال گذشته یونگ رو با پاره‌ای از افراد در بنیاد سهروردی تدریس کردیم با حضور برخی از دوستان علاقمند. دوره البته خصوصی بود، اما مرادم اینه، خب در اون دوره هم خصوصا در اون احوال بیشتر آثار یونگ و درباره یونگ رو می‌خواندم. خب تو درسامونم که در این دو سال به تفاریق یونگ رو خوانده ایم و باهاش آشنا هستیم. این کتاب رو نخواندم. توضیح نیکویی دادید، اگر اون رو هم در گروه بذارید استفاده میکنید. اومد این تعبیر انرژی چیز رو یه توضیح بدید، گفتید که میگه این 12 کهن الگو، بعد میگه این رو درونی بکنید برای روشن. میگه که این 12 تا کهن الگو در واقع آدم تو زندگیش یه سفری داره و این سفر حالا به اسم سفر قهرمانیه. بله بله، سفر قهرمانی. بله بله بله، توی خب. سفر قهرمانی از این کهن الگوها یا به عبارت این 12 انرژی روانی استفاده میکنه. یعنی تو هر منزلی شروع میکنه، اول یک منزل، اول معصوم، منزل دوم یتیم، منزل سوم جنگجو، حامی، و تا میره تا به منزل 11 فکر کنم فرزانه است که همین شما امروز اشاره کردین، و منزل آخر که دلغکه. یعنی در واقع تو اون منزل آخر که آدم به پختگی میرسه تو این سفر، زمانیه که با همه سختیایی که کشیده و همه رنجهایی که برده از زمانی که تو این سفر آغاز کرده، از اون ابتدا در اون منزل که منزل دلغکه به طنز برخورد میکنه. یا شاید من میتونم الان به ذهنم رسید، اون زمانیه که شما خیلی تو صحبتاتون گفتین که مثلا دنیا رو دیگه به تسخر میزنه، تسخر دنیا میرسه در اون منزل، در واقع دیگه دنیا براش یه شوخیه. و حالا تو این کتاب راجع به همین 12 منزل توضیح داده، راجع به اسطوره‌های یونانی که بر این 12 منزل و 12 کهن الگو رو حالا بر چه اساسی بوده، داستاناشو در واقع یه جورایی اشاره میکنه بهش. و بعد یه چیز جالب داره، تست داره در واقع. ظاهرا همین خانم کارول پیرسون هم این دیولپ کرده این قسمتو، که یه تست گذاشته که اون تستو مثلا 5 سوال جواب میدین و بعد میفهمین که آیا مثلا شما اون کهن الگو رو یا اون انرژی روانی رو دارین زندگی میکنید، دارید الان، در چه حدی هست. حالا نمیدونم حالا دقیق تر دیگه با جزئیات بیشتر فهم کنم، حالا بله. خاطرم بود دارم میگم با جزئیات بیشتر بله. بررسی بشه. حالا من اون کتابو که اسمش زندگی برازنده منه میذارم که چیز بشه اگر کسی علاقه من بود. بله ممنونم. اگه خاطرتون باشه دو سال پیش که ما همون جلسه رو داشتیم، یه سری تست خودشناسی هم برای بله یادمه بله. انجام دادیم برای دوستان که خودشون رو تست بله. کردن. خیلی هم اون تست این نیست که بهشون میگن، ولی یه تست دیگه بود که جوابش هم خیلی جالب در اومد و تعجب کرده بودن دوستان که چقدر درست در اومد. بله کاملا یادمه. بله کاملا یادمه، درست میفهمید. ولی این تست نبود خانم دکتر. بله. نه اون این تست نبود. اون یه چیز دیگه بود، ولی اونم یه نوع خودشناسی بود بر مبنای همون تئوری بود. اونم خیلی جوابش جالب و درست در اومده بود که از ناخودآگاه استفاده میکرد که دوستان که اونجا بودن، حالا الان نیستن توی
که اون تست رو براشون انجام دادیم خیلی هم راضی هستن، یه جلسه رو گذاشتن برای اون تست. بله بله خاطرم هست، درست میگید. و حالا این نکاتی که هوری هم اشاره کرد جالبه که داشتم فکر میکردم همون تعبیر سفر قهرمانی رو خب من در آثار یونگ پژوهان دیده بودم و باهاش آشنایی هستیم، و اینکه در وهله کتاب رو نخوندم، اینکه در وهله آخر همطور که اشاره کردن میرسیم به اون دلقک بودن یا تسخر زدن به تعبیری، جالبه. و اینکه حالا ببینیم ما به تعبیری که ایشون آوردن انرژی روانی ما در چه نسبتی داره به هر کدام از این کهن الگوها، جالبه و تأمل برانگیزه. من خودم مشتاق شدم که کتاب رو بخونم. و اون تسخر زدن هم که شما ذکر کردید به درستی، یا اون طنز که خب پیشتر هم ذکرش رفته، که خب یکی از اون حالا تعابیر خود فرویدی یونگی بخوام استفاده کنیم، یکی از اون مکانیزم‌های دفاعی بالغانه است برای بله هیومر بله هیومر دیگه یکی از اون مکانیزم های دفاعی بالغانه است و برخلاف مکانیزم های دفاعی غیر بالغانه، و همون تسخر زدن دیگه، یا حالا به تعبیری که من این رو اتفاقا از فروید و یونگ وام کردم و مفهوم طنز الهیاتی رو که ساختم و در نوشته هم به کار میبرم، این رو در حوزه الهیات هم به کار برده اند بزرگان ما، هرچند نه تحت این عنوان. عطار که پیشتر گفتم، حافظ این چنین بوده است، یا در میان معاصران فروغ فرخزاد، اخوان سالس، اتفاقا این ایام در کار نهایی کردن مقاله‌ای راجع به طنز الهیاتی هم به بهانه مصاحبه مبسوطی که راجع به مسئله شر داشتم میخوام این مفهوم رو توضیح بدم که چه معنا، چه حدود و سغوری داره و چگونه پاره از بزرگان ما در میان پیشینیان و معاصران از آن استفاده کردن بدون اینکه این اسم روش گذاشته باشن، اما کاملا از طنزی بهره بردن، تسخر زدنی که خب اتفاقا میبینیم که با بلوغ روانی هم تناسب و تلاعم زیادی داره. بله حالا مایل بودید مقاله منتشر شد، میگم عزیزان مایل بودن ملاحظه بفرمایند، از همینجا نشأت میگیره. حالا این توضیحی که شما دادیدم جالب بود، و اینکه خب طنز به این معنا هرچند در وهله نخست این گونه به نظر نمیرسه، اما خب مقوله ایست دیگه. من نگاه میکردم شاید شخصیتی مثل عطار ما نداشته ایم در سنتمون در گذشته که این چنین با جسارت و صراحت طنز الهیاتی رو در کار آورده باشه. همون دوره که خانم دکتر و جناب کبیرینا بودن بحث عطار رو ما داشتیم در سهروردی، حالا اون موقع هم این مفهوم پیش من نبود، نزد من نجوشیده بود، اما میدیدم خب پاره سر به سرهای خدا که میذاره خب این نبوده، یعنی نه پس از اون مولانا این چنینه، نه حتی شمس تبریزی که اینقدر دیدیم زبان تندی داره طنز الهیاتی نداره، حافظ داره که اونم با ایهام و اون تردستی که در بیان داره و ایهام گونه سخن میگه، اما عطار علی رؤوس الاشهاد خیلی صریح در این باب سخن میگه، یا همین جناب سهروردی، اینا رو ندارن در میان بزرگان فرهنگ ایرانی اسلامی ما تا جایی که من میدانم و تتبع کردم و خوانده‌ام نداریم که به این صراحت و با این بسامد از این طنز که الان ذکرش رفته روایت یونگ استفاده شده باشه، و به هر حال نوعی بلوغ روانی رو هم آدم اینجا میبینه. بله بسیار خب، ممنونم از دوستان. اگر ملاحظه دیگری نیست، نکته دیگری خانم دکتر یا دیگر عزیزان اگر هست بفرمایید، اگر نه که دیگه بحث رو ختم میکنیم. خسته نباشید آقای دکتر. سلامت باشید. من هم از دوستان سپاسگزارم. جانم خسته نباشید. من فقط خواستم اون آیه که فرمودید، اون بعد روزی که کودکان پیر میکنن، روزی که کودکان پیر میشن، سوره مزمل آیه 17 هستش. آها ممنونم. بله خواهش میکنم. من بین مزمل و معارج در مردد بودم، به همین خاطر ذکر نکردم. سوره مزمله. بله بسیار بله. بله از همین تعبیر عرض می شود که به کار رفته دیگه. بله درسته، که اون چنان که عرض کردم از جنس بیشتر مخابت اون روزه. بله. در باب ابهت و مخابت. بله. آها آیه رو بخونی. بله فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. آها بله بله
بله، یا ما یجعل الولدان شیبا، بله، یعنی فرزندان یا کودکان اینا پیر میشن. بله بله، به این معنی. بسیار خوب، ممنون که این رو هم خواندید و استشهادش رو آوردید. خب، ایام خوشی برای دوستان آرزو میکنم تا هفته بعد که به قول رها خانوم ببینیم کجا میره قصه زلیخا و عشق، ما رو به کجا میبرد و به کدام سو سوق میدهد. وقت همگی بخیر.